سلام دارم خدمت تمام شما هموطنان خوب و نازنینم و فارسی زبانای عزیز. امیدوار هستم هر جای دنیا هستید خوب و خوش در پناه خداوند یکتا بوده باشید. عزیزان دل، افغانای گل، هموطنان خوب و نازنینم و فارسی زبانای عزیز، تشکر میکنم از تمام شما بابت کامنت های زیبای شما، تشکر میکنم عزیزان دل بابت پیام هایتان. زنده و سلامت باشی عزیزان دل، هر کدامتان باور کنین همون قدر که پیام های زیبا دادین که دوستتان دارم، ممنونم که دوستتان دارم. هر چقدر خسته و زله و مانده باشم، بازم نمیتونم بدون شما باشم. عصر زیبای شما بخیر، هر جای دنیا هستید عزیزان، همیشه روزهایتان بهار و زندگیتان سرشار از شادی ها باشن. امروز در خدمت شما هستم با داستان دیگری از دختر افغان در کانادا. دختر افغان که حدود 16 سال پیش در کانادا آمدن و با شوهر و دوتا اولادش که در کانادا زندگی رو شروع کردن و خب خلاصه زندگیشان ناموفق بودن و از همدیگه جدا شدن و زندگی به گفته زنش که دختر افغان خواهر ما گفته، زندگی از هم پاشید و بعد از دو سال که ببینید در ادامه داستان ببینید که خواهر ما چه گفتم. خب عزیزان دل، تشکر میکنم از یک و یک شما بابت کامنت های زیبایتان که پشتیبانی کردین، از آزارها را بسیار کامنت های زیبا کردید و گفتید آزارها افتخار افغانستان است و برای افغانستان افتخار آوردن و از ما بسیار تعریف و تمجید کردین. تشکری میکنم نازنینا و عزیزان دل، شما هم بر ما خواهرای پشتو زبان ما و خواهرای تاجیکای فارسی زبان افغانستان، البته و هموطنای ما میشن، همیشه بگویم که فارسی زبان افغانستان، خب اونا مثل ما فارسی یا دری گپ میزنن. تشکر میکنم از تمام شما خواهرها و برادران خوب و نازنین و فالوورهای عزیز من که کامنت های بسیار زیبا کردین. مگاه گاهی عزیزان به یاد وطن یا به یاد هزاره هایی که بیگناه کشته شدن یادم میایه و دلم میسوزه. پیش از داستان یک چهار کلمه ای را که گپ میزنم، من میفهمم که کلتان خبر دارید از این وضعیت و از واقعیت هایی که در گذشته برای مردم ما، برای مردم هزاره ما اتفاق افتاده، خب مظلوم بودن و خواستم برتان از شما تشکری بکنم. نازنین ناکلتان، میفهمید که هزاره ها سالها هسته که در افغانستان بیگناه کشته شدن در دست طالبا و یا بادارهای طالبا که کلانایشان بودن. خب عزیزان دل، گذشته از این که برتان بگویم تمامی افغان هایی که افغان باشن و ریششم ما هستن، وطندارای ما هستن، ما دوستتان دارم، برای ما فرق نمی کنه که پشتون یا هزاره یا تاجک یا ازبک، کلتان خواهرها و برادران ما هستید. مردم پشتون مردم با غیرت هستن در افغانستان، سالها هستن که مردم از غیرت اینا نام میبرن. پدرها و پدران ما با اینا دوست بودن، پدر کلانای ما، مردم با غیرت و مردم با عزت هستن. حالا اگر یک چوچه چورپشان یکان کارا میکنن در یکان جایا، خب ما نباید کلگی را در یک چشم ببینیم. البته کسایی که تازه کارای وحشیگری میکنن اینا طالبا هستن، اینا رو ما اید وقتی ایج وقتی نه پشتون حساب میکنیم و نه اینا را افغان میگیم. کسایی هم که دو دشنام میته عزیزان دل، خب اینا دمو تربیه خانوادگیشان مربوط میشه که چه قسم اینا تربیه شدن، هم زنشان هم مردشان، که یک زن چطور میتونه بیاید در کامنت یک سر و دامن یک خواهری خودش را دو بزنه، یا با تربیه خانوادگیش مربوط میشه که تربیه خوب نداشته، شاید مادر خوب نداشته یا پدر خوب نداشته یا از فامیل خوب نبودن، یک فامیل بی سواد بودن که او را دو زده و او را دو زده عادت کردن. خب عزیزان دل، یک چیز براتان بگویم، اگر در خانه دو زدن رسم باشه، حتما دخترش اگر پیر شوه، بچهش پیر شوه، هنوز او دو زدن برش هست. خدا بیامرزه، پدر من تا زنده بود، من یک بار نشنیده بودم که
مادر مرا دو بزنه یا کس دیگره. هیچ کدامی برادرها و خواهرای ما دو زدن یاد ندارن. من تیزترشان هستم، یکان وقت یکان چیزا که قرم بیایم میگم، ولی نیکی یک نفر در بسیار چتی بیای در کامنت نوشته کنی و دو بزنی. خب براتان گفتم میره پیش از پیش، اگر کسی دو میزنه یا کسی کسی را دور از جان کدام گبی بد و بیرد میزنه، او مربوط خودش میشه، یا بسیار کویی و اطرافی هست که هیچ از انسانیت بوی نبرده که میاد دو میزنه، یا در لایفا یا در کامنت ها نوشته میکنن. خب اینا قضیهشان جدا هست عزیزان. خب نازنینا، عصر است و من در خدمتتان هستم. خواستم امروز یک داستان دیگری را از دختر افغان برتان بگویم و قصه زندگی اینا را که 16 سالی هستن، اینا در کانادا هستن. کانادا کشور بسیار خوبی هست، کشور بسیار قدرتمند و کشور بسیار مردم خوب و مردمش بسیار با مردم مهاجر خوبی میکنه، مثل مردم امریکا بسیار خوب مردم هستن. حالا ما زندگی نکردیم، بسیار از اقوام ما در کانادا هستن، دوستای ما در کانادا زندگی میکنن. خوب عزیزان دل، میریم کانادا و داستان دختر افغان ما امروز با آب و تاب براتون تعریف میکنم. شما گوش کنید و از این داستان ها چیزهایی را یاد بگیرید که خدایی نکرده روزی نشوند که شما دچار همچین قضایایی شوید. میگه از 16 ساله بودم که عروسی کردم خواهر سارا. وقتی که عروسی کردیم صاحب دو اولاد بودیم، از افغانستان مهاجرت کردیم آمدیم کانادا. شوهر من کارش در دفتر یعنی خارجی ها بود، من هیچ خبر نداشتم که آمد در خانه در ما گفت که ما کانادا میرم و همه چیزا را جور میکنم، بعد اولادا را گرفته. در افغانستان ما مثل هر عروس و مثل هر زن افغان جنگ میشد در خانه ما، لد و کوب میشدم. من وقتی که از افغانستان بیرون آمدم دو تا اولاد داشتم. من 16 ساله عروسی کردم و 19 ساله صاحب اولاد شدم. بعد دو تا اولادم هر کدامشان در بین یک دیگه شان دو سال فرق داره. وقتی که ما آمدیم کانادا، ما دو تا طفل داشتم و خودم هم یک دختری که بسیار افسردگی گرفته بودم و ناجور و بسیار مریض و روزهای سختی را من میگذراندم. در شهری که ما هستیم بسیار یخ است، یعنی ما تابستان هیچ نداریم. ما اگر کمی آفتاب داشته باشیم و آفتاب ما در سختی میگیریم. من در وقتی که در این کشور آمدم مثل دیوانه ها شدم، چون از خواهرم دور، مادر دور و خویش قوم یک شوی وحشی و یک شوی بسیار زنکباز، یک شوی بسیار خوشگذران کت از این من بودم. این مرا با دو تا اولاد اعلام کرد و میرفت با دوستایشان که مرا میگفت ما با دوستای ما میریم فلانی جای. شو نمیامد، دو شو نمیامد، بر من زنگ میزد که چطور هستی، خوب هستی، میاییم اینجا گیر کردیم. و سال اول من 8 ماه یک رقم مریض شدم که تو لرز میگرفتم، بیخی بخاری داشتم، بخاری برقی دم، بیخی بخاری خو میکردم و هنوز هم در خانه ما یک رقم مرکز برقی، مرکز گرمی هم هست، ولی بخاری برقی را من در پیش روی میماندم که گرم بیایم. روزها تا بگارا من لرز میگرفت، من شب لرز میگرفت. من میگفتم من میمرم. این دمو حالت من اعلام کرد و میرفت. بعضی وقتا که میامد گریه میکردم، میگفتم من اعلام میکنی حداقل از اولادایت خبر بگیری تو میری. میگفت من کار دارم، من که نمیشم تمام روز تو زن مریض جمع کنم. این روز تا روز جوانتر می شد و حالت من خراب شده می رفت. مرا دکتر می برد و دکتر یک دوایی را که می داد دیگه نمی برد. 3 ماه 4 ماه می گفت دوا خورده دیگه خوب نشده، خوب چی میکنی؟ تا اینکه من بیخی دست و پایم فلج شد، یعنی دستایم مثل که این قسمی می شد دیگه باز نمی شد، جیغ می زدم، تمام بدنم شخ می شد، جیغ می زدم. خب خلاصه مرا بردن دکتر برد و دکتر من بستر کرد، گفتی تمام بدن زیر عفونت گرفتن. من 2 ماه در شفاخانه بستر بودم. 2 ماه کامل من از اولادم خبر نداشتم، از خودم خبر نداشتم.
ای میامد میرفت در پیش من دکترها بود و پرستار بود بر من غذا اینا میداد، ای در نظر خودش میگفت البته میمرم. تلفن پیش من بود، گاه گاهی در فامیلم زنگ میزدم، مادر جانم میگفت آی کاش نمیرفتی، چرا رفتی؟ و میگفتم مادر من در دل من بود که ما آمدم. میگفت پس بیا امیر، بگو تو رو پس بیاره. یه گفت من رو گوش نمیکرد. دو ماه در شفاخانه ماندم، بعد از دو ماه من شفاخانه آمدم بیرون. این تقریبا سال دوم ما بود که دو سال و یک حساب کنیم که یک دو سال پوره شده بود که ما در کانادا بودیم و من مریضی من خوب شد و دیگه شده بودم یک زنی که نه جور بودم نه ناجور. همیشه بر من میگفت نه میموری و نه مرده ها را جای میتی، همیشه مثل یک آدم مریض هستی در خانه و من را گرفتار خود کرده. در مو حالتی که من مریض و جور و ناجور من حامله شدم و خب بسیار وضعیت خراب و حالتم بد که ایره گفتم بسیار حالتم بد است، من را دکتر ببر. دکتر که برد آزمایش خون اینا گرفت گفتی حامله هستم. بعد بر من گفت که تو خود جمع نمیتانی، چرا حامله شده؟ گفتم من چه میفهمم؟ گفت نه توی تو کرده که مرا گرفتار کنی، میخوای مرا در دور خودت بچرخانی که من دختر بازی نکنم یا زن نگیرم یا دیگه نکنم. من برش گفتم من خوب شوم، تو برو دو تا زن بگیر، من هیچ در قصه زن گرفتنت نیستم، فقط کار بکن که من جور شوم که من اولادایم بی مادر نباشم. یه خنده ای کرد گفت که مرا میگم مرا جور کو، من تو برو دو تا زن بگی، خدا میفهمه که تو در سر اولاد میموری یا زنده میباشی. خواهر سارا بسیار گبای بد مرا میزد، بسیار مرا شکنجه روحی میکرد. اگر باورت شوه در خانه که در میامد انگار یکان چیزی مردار دیده. روزگارم بسیار خراب بود. 4 سال همه قسم زندگی کردیم، بالاخره یک ذره بهتر شدم و من درخواست طلاق کردم. گفتم من 3 تا اولاد و 18 قسم نیست و 24 سال من بیرون خبر نداشتم که چی میکنه چی نمیکنه، فقط میفهمیدم که حتما در بیرون یکان کس داره ولی در خانه نمیاره. از این خبر نداشتم که گرلفرند داره و برش خانه گرفته و کده گرلفرندش ساتیری میکنه و میره میگرده و من دمه خانه ششتم. بعد از اینکه من خبر شدم که گرلفرند داره درخواست طلاق کردم که من کتتو نمیشنم. خب وقتی که من درخواست طلاق کردم اومد پیش من گفت که تو میخوای طلاق بگیری از من؟ گفتم ها. گفت خیال میکنی من جای تو رو میگیرم میگم طلاق نگیر، برو طلاق بگیره و میامیال برو به خدا که در قصد شوم، اولادایت هم میبری یا میمانی؟ گفتم تو چی میگی؟ خوش داری که من ببرم کت خود یا بیانم پیش تو؟ گفت نه ببر خودت هم کم، شر اولادایت هم کم، هیچ خوش ندارم، بخی پیر ما کردین شما. خب خلاصه طلاق من مفتی گرفتم و هیچ نه تشویش کرد و نه غصه خورد و من ایلا کرد و رفت پشت کارش. همون خانه کرایی که داخلش میششتیم در داخل همون خانه من رو گفتم اینجا پیشه ایش تکان نخو من میرم. من ایش خبر نه که خانه گرفته و دیگه کرده و دوست دخترش خبر داشتم، ولی خب خلاصه خرج اولادا را دولت از این میگرفت و چونی کار میکرد بر من میداد. یک مقدار خودم ماش داشتم، زندگی من کم کم زندگی من رو براه کردم. شروع کردم به زبان انگلیسی خواندن خواهر سارا که حداقل بتانم یک جایی را بلد شوم. بعد از 4 سال که یعنی تا 4 سال ای من نیم مریض نیم گای مرده زنده من کتش زندگی میکردم. خب خواهر سارا بالاخره رفتم و کلاس صنف انگلیسی گرفتم برای خود و شروع کردم به درس خواندن و 1 سال کامل خواندم و خب سال دوم رفتم که بر من دولت بر من گفت که اگر میتونی یک کار کمک بر خود پیدا کو که در بغل ماشه که بر تو میتیم و مثل که در امریکا بازی میتم کاری کمک که بر تو پیسه که ما بر تو میتیم 1-2 ساعت برو در هفته کار بکن. در داخل مکتب من کاری برای خود پیدا کردم، پاککاری در همون مکتبی که کار میکردم درس میخواندم. برای من گفت بیا پاککاری بکن، کار پاککاری هست، میرفتم پاککاری میکردم، اولادای من در دیگر یا در مکتب میماندم. خواهر سارا خوب خلاصه روزگارم خوب بود، خوشحال بودم، خوب شدم. بعد از اینکه از این جدا شدم تشویشات و غصه ای من کم شد،
و شروع کردم به یک زندگی نرمال جور شدم. با بعضی وقتا با خانمایی که دوست داشتم با اینا یکان جای می رفتیم و می گشتیم و می آمدم پس خانه، غصه و غم نداشتم، کسی نبود که مرا دو دشنام بده، ولی بسیار افسرده و بسیار دل شکسته و بسیار آدم فرسوده شده بودم. خب دو سال از مابین تیر شد، یک روز برای من زنگ نزد، فقط اونمون پیسر در دولت میداد و یکان بارا در زور وری می آمد اولادارا یا در دولت زنگ میزد که من میخوایم اولادای ما ببینم، نه که پیش خودش ببره و مزایم شوه. بعد اولادارا بالاخره میدید کم و بیش ما یک بار یا یک کنیم ما یک بار، غرق خودش بود، هرچی که کار میکردی کتمو گرفرندش خرج میکرد و مستی میکرد. بعد از دو سالی که طلاق ما گذاشته بود، یعنی 6 سال بود که ما در کانادا بودیم و من سر کار که شدم و بالاخره سر کار میرفتم و یک روزی را دیدم در یک جایی که بچه ها را برده بودم در یک جایی که هم بازی کنن هم نان خوردن، 3 اولاد سخت بود، خواهرسارا کلان کردنش رو، اولاد خود من مریض بودم، باز بالاخره خدا رو شکر جور شده بودم. ای را دیدم که با یک دختر جوان بسیار لوکس و شیک و پیک از داخل یک رستورانی بر آمد و ما میخواستیم در بیاییم که بچگک رو میره دید، پدر گفته پدرم گفتم کو پدرت؟ در من نشان داد، گفته اینه دیدم که یک رقم این مردکه تیپ زده، یک رقم تیپ زده خواهرسارا که پتلون پوشیده، پتلوناش سرای زانوش غار غار و پشاش غار غار، طرفی دیدم گفتم خدایا خودتو دیگه جزایی از زیر بیته، من 3 اولاد کش کرده ماندم و ای خوش میگرده که تزی دختر و در قصه اولادایش هم نیستی، بچه هم که زیاد پدر گفت و ای فامید و شنید و دختره که یک طرف استاد شد و ای آمد که چی میکنین اینجا، گفتم نان خوردن آمده، طرف هم سعی کرد گفت چقدر جوان شده بویفرند داری؟ طرفش دیدم گفتم نه بویفرند کجاست، با 3 اولاد ما بویفرند چه کنم، خدا رو شکر که نداری، اولادای تا جمع کده تو نمی زیبا بویفرند، تو نمی تانی بویفرند جمع کنی. مرا بسیار تانه بد داد خواهرسارا، یعنی مرا گفت که تو هیچ چیز نمی تانی. رفتیم نان خوردیم، گب از هیچ از یادم نمی رفت دیگه، هر دفعه در یادم می آمد می گفتم خوب، یعنی مرا حساب کرده که من هیچ چیز از رویم نمیای، خودش خوش میگرده. و خواستم خواهرسارا که گفتم من باید در خود یک رفیق پیدا کنم، تصمیم بگرفتم که یک رفیق پیدا میکنم در هر رقم که باشه که امروز مری گبه که زدم ایره نمیتونم فراموش کنم. خب میگه جوینده یا بنده است خواهرسارا، با یک خورخوندیم که بسیار دوست بودیم، یک روز با او در میان ماندم، گفت مرا گفت تو چرا با یگان کس دوست نمیشی؟ گفتم من کسی را نمیشناسم. گفت در قومی ما یک مرد بسیار خوب است، دنبال همچین زنی میگرده، ببین اگر خوش آمد با مو دوستی کو با هم دیگر آرستی کنید. گفتم کجا هست؟ گفت در این شهر نیست، یک شهر دیگه هست، بار از من خواسته که بر من یک زنی را پیدا کو که من میخواهیم کدش آرستی کنم و من تو را دو گفتم که 3 اولاد داری، ولی گفته که شما پرسان کنید. گفتم امو را بگو بیا من ببینمشم. خب بعد از چند روزی مردکه آمد و مردکه را دیدم و او را در خانه ما آمدن و در خانه ما دیدم که آدم بد نیست. گفتم با امی دوست میشم ولی قصد آرسی نداشتم. گفتم آرسی نمی کنم، من یک 10 سال حداقل در کانادا آرسی نمی کنم. بعد از 10 سال بعد دیدم که اولادایم یک ذره کلان شدن و دیگه دست پاگیر نبودن و از خودشان مواظبت میدانستن، بعد آرسی میکنم. خب خواهرسارا وقتی که با این دوست شدم و این مرد بسیار خوبی بود، مرد آرام، بسیار آدم سنگین، آدم کارگر و ای از شهر خود در این شهر ما کجا آمد و از جایی که بودن از اونجا در اینجا آمد که از خاطر تو اینجا آمدیم، اینجا بر خود اتاق گرفت. من برش گفته بودم که ما 3 اولاد دارم، نمیخوایم که در خانم بیایی، یگان دفعه مثل دوست میایی و پس میری، این که تو شب در خانه ما باشی، بچگرگم کلان است و 2 تا دخترم خودترک. گفتم من نمیخواییم در اینا کدام ضربه وارد شود، اولادایم در آینده خدای نکرده کدام
دپریشن چیزی نگیره که بگویه که مادر ما آله پدر پشت خوشگذرانی رفتی آله مادرم رفت تکلیف ما چی هستن. این بنده خدا قبول کرد و یک اتاق گرفت و نزدیک خانه ما و ما و ای شروع کردیم دوستی و بیرون بره و روزایی که تعطیل بودیم و اولادا را ببر بگرد و از من خواست که دیگه پاککاری را نکو پیسه پاککاری پیسه خرجی که همون پاککاری که به تو میتن اونم پیسه را من بر تو میتم ولی به شرطی که دما بگویی که من به جز تو با کس دیگر ازدواج نمیکنم. وعده کو بر من که با من ازدواج کنی، امسال ازدواج میکنی، سال دیگه من بر تو نمیگم که عجله کو ولی با ما عروسی کن. کار پاککاری را ایلا کو من دلم نمیشه که دستای نازک تو و دستای نازک تو در تو موادایی که پاک میکنی و دیگه میکنی خوش ندارم. خب خلاصه پاککاری را ایلا کردم و من گفتم خب نمیشه بیکار، باید ما یک کار کنم. خود از این کاری مکانیک میکرد و از یک جای که یک دکان بود و از او خواسته بود که مرا در دکانداری بگیرم که کاری دکان رو بکنم، یک سودا رو بانم، کاری پاککاری نباشم، مقصد کارش آسان باشم. و خلاصه در یک مارکیدی مرا برد راهنمایی کردم و اونجا شروع کردم به کارو کار میکردم و ماوی تقریبا یک 8 ماهی بود با هم دیگر دوست بودیم، بسیار خوش بودیم، اولادا خوش بود، حتی بچگگم خوش بود. یک هفته که ایره نمیدید میگفت کاکا چرا نمیای کاکا فلانی. که یک روز خود آمد در خانه در تک تک کرد و خود آمد درونی خانه اجازه بودی من بیایم اجازه بودی. گفتم چی شده؟ در بدرم کرده ای دختر از دستم شکایت کرد و 2 ماه در زندان بودم و نمیفهم بسیار چرت و پرت و من اجازه بودی من بیایم فقط یک دقیقه بشنم که تو صحبت کنم. من خبر نداشتم که از دوست بچه من خبر شده و بهانه و بهانه میاره و دوست دخترش وقتی ریلا کرده بوده و دلم سوخت. گفتم خب بیا بشی گفتم بیا بشی چند وقتی را چند سال را از بین رفت تیر شده یک دفعه سراغ اولادای تا نگرفتی خدا زد تو را که همون تو کرد تو را. من هیچ خبر نیه که دستر من چال میرم. خب خواهر سارا آمد شیشت و یکم عشقایش رفت و یکم گریه کردم مثل زنکا یک زد و که گناه تو در گرده مرا گرفت، گناه تو مرا زد، مرا خدا زد که تو ریلا کردم، خدا زد من که از تو دور شدم، مرا ببخش، من میخواییم پس تو شوهر باشم و در اولادایم پدر. بسیار خواهی بد میبینم، خواه میبینم که یک نفر کلان است مرا میگه او زن نبخشد تو در جهنم میری. من تو شیشتم گوش میکنم خواهر سارا، من خیال میکنم این حقیقت میگم. خب گریه و زاری گریه و زاری. گفتم خیال گریه نکن، چرا گریه میکنی؟ آسمان در زبین نامده او دوست دختر نه یکی دیگر نه دیگر من مرا ببخش و من کت تو زندگی میکنم. گفتم من یال تو را نمیبخشم، تو بسیار در حقم نامردی کردی، تو بسیار کارهای بد کردی، من تو را نمیبخشم. خب خلاصه دم غروب شده ولی میگم برو بیرون. میگه بانم میشه و اینجا پیش اولادایم باشم خیر است. زاری میکنم میگه دمی دالیز خانه خواه میکنم اولادایم امشب و ببینم پیش اولادایم باشم. خب رفتم اولادا رو از مکتب آوردم، اولادایم شاک شده بود وقتی ای را دید و خورترک و بخی یادش رفته بود، ایش نمیشناخت ولی دوتای دیگه میشناختن و خب دیده بود گاه گاهی ای را. بچه هم گفت که پدر آمده پس میری؟ نه بچه، مگه مادرت اجازه بده من نمیرم. دخترم پدر پس میری؟ نه بچه، اگه مادرت مرا ببخشه من توبه کردم دیگه، ایش کار خلاف نمیکنم، کار خراب من فقط ظرف کاسه مادرت میشویم، خانهش جارو میکنم، دیگ پخته میکنم، مرا در خانه بانه. مقصد دختر بچه ما آمده تو پیشم زاری میکنه، دستای ما ماش میکنه که همی پدر ما بسیار بیچاره شده. سعی که یک دفعه طرفش چقدر دل آدم میسوزه، بان کمی هم اینجا باشه. او چوچگه که ما میگه مرا زاری میکنه، میگه باش پدرم باشه، ای نکو بیرون نکو دیگه، خدایا چی کنم، ای را در خانه بیارم. خب خلاصه او شوی را اونجا ماندم، گفتم طرف اتاق خوی من سعی که دار نکنی که به خدا نصف شوی تو رو بیرون میکنم. خب خواهرسا را شو اونجا ماند و اولادارم در پیش خودش کمپل آورده بود داخل دالست، اینا رو در دور و برش خو داده بود، انگار که اولاداش نو پیدا کرده، یک رقم در اینا محبت میکرد و اینا را روش بشوی و بایکش جور که و کالایش هم را تب که نمیفهم
بر از اینا چای دم کوسا و از خواه خیستم که او مردکه بیخی چین شده بودم. خب اولادها را که مکتب برد و پس آمد گفتم خب تصمیم چی هستم؟ میخوای دوباره اینجا بشینی؟ مختور نمیمانم که بشینی. گفت چرا مرا نمیمانی؟ ما توبه کردیم، ما آدم خوب شدیم. گفتم من از کجا بدانم که تو دوباره چال نمیریده سر من؟ گفت نه به خدا یه چیز نه چال است و نه پال. مرا دخترک بسیار آزار داد، پیسه های مرا گرفت، هر چی کار کردم اینی حال مرا دولت جریمه کردم، از خاطر او دو ماه زندان شدم. من 10-15 هزار دلار باید جریمه بتم و کار کرده او رفته با یک دیگه با یک دوستم دوست شد و مرا ایلا کرد. خب خلاصه خواهر سارا چی سر تا به درد بیارم، ای بازیم داد و دیگه از این خانه نرفت و ما هم که یک زنی که نوکرت میشم و میرم کار میکنم و برای تو میارم و هر چی تو بگویی همو را میکنم، تو هیچ کار نکو، تو فقط خانمی خنا خانه باش و من مرد هستم، من کار میکنم. ما هم که خب ای توبه کرده دیگه خوب شده، خب بیشه دیگه خیر است. ولی ای را باور نکنی که من دوباره کت تو نکاح میکنم، اونجا بیشه پیش اولادای با تو نکاح نمیکنم. وقت میرم بیرون و مکتب میرم، این مردکه من رو میبینم، مردکه میگه یعنی چی که او آمده در خانه توشته، تو چرا او رو از خانه بیرون نمیکنی؟ میگم اولادای می تو. میگه بهانه اولادا رو نکن، او روزگار تر تباه میکنه، حالا فرق نمیکنه که از من جدا شوی یا نشوی، ولی من مطمئن هستم که با یک چال آمده که میخواد که تو را از من جدا کنه یا که خرابکاری بکنه. خب خلاصه خواهر سارایی یک دوسته ما را خیلی خوب بود، من با او دیگه جدا شدم، او مردکه رفت پشت کارش و ای خوبی 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 تا یک ملا را پیدا کرد و نکاح کردیم، نکاح مسلمانی. من گفتم من دولتی که تو نکاح نمی کنم، تا یک سال بعد اگر می نکاح مسلمانی را که تو می کنم، اگرم دیدم بد شدی تو رو پس از خانه ای می کنم. خب یک سه ما بودیم، بعد رفتیم نکاح کردیم، یک ملا را پیدا کرده خودش آورد و نکاح ما را بسته کرد. و خواهر سارا چی بگویم برای تو، 6 ماهی که من زندگی کرد، زندگی مرا تباه کرد، بچه مرا در جان مایی بلا جور کرد، دختر مرا و دخترک خورد مرا، اولادای مرا در پیش روی میششت و مرا دو میزد که او مردکه تو رو چی کرده، تو که دو مردکه چی کار کرده. یعنی روزهایی که من میرفتم مکتب یا سرکاری میششت، فقط پیش بچه ها از بچه ها میپرسید که او مردکه چی کرد و مردکه چی رقم میامد خانه شما و مردکه مادر شب او را میاورد. که یک روز بچه ما از ما پرسان کرد، گفت مادر شبا او را میاوردی در خانه؟ گفتم کی را؟ امو مردکه لنده تا. گفتم چی گفت بستن؟ طرفش دیدم، گفت خب لندهت بود دیگه، پدرم میگه که لندهش. خب خواهر سارا پیش قصه کنم، 6 ماه پوره نشده ای دوباره شیطنت و مینندازی و مرکت اولادایم، بچه کلانم که او قصه نسال نداشت، ولی اگر من اجازه برش میدادم دمد در و دامن مرده و میزد و مادر و مادر کلانش و تمام ده و میزد و هرچی از دانشتر میامد مره یک زنی فایشه نان بیار بر من، زنی فایشه او بیار اوش، اگر چایش دیر میشد یا نانش دیر میشد بچه مره چیزی جور میکرد. آخر ششتم پیشش گفتم مرد من تو را گناه کردم در خانه ما آوردم. خندید، گفت تو را از فایشگری ماندیم به خاطر امو گناه کرده، خوب میکنه اونم بچه که تو را هرچی میگه. خب خلاصه برات بگویم، 1 سال با ای بودم و ای را دوباره از خانه ای کردم که دیگه نمیمانم تو را، به ضرب پولیس هم ای کردم، در پولیس زنگ زدم و که زندگی مرا تباه کرده، من نمیخوایم که ای باشم. ای رفت، بچه هم کت خود برد، دخترم کت خود برد. وقتی من ای را از خانه بیرون کردم، بچه و دخترم استاد شد، گفت ما هم کت پدرم میریم. گفتم بریم، به خاطر که دوتایشان مرا بسیار گبای بد میزد. خواهر سارا دو میزد، جیغ میزد، باها نمیگیرید، یک چیز چپه میکرد، یعنی لج میکرد که موبایلم از زنگ میزدم، دخترکم که سالی نداشتم، بچگکم، دوتایشان میدویدن و تلفون هم میگرفتن که کی هسته، بیخی دیوانیم کرده بودن. وقتی که رای کردم دوتا اولادا رای کت خود گرفته برد، دوتا اولادا رای کت خود گرفته برد و ما هم هیچ چیز نگفتم، گفتم ببر. خب خلاصه ما طلاق ما نکاح مسلمانی بود. ای 2 روز از اولادا خبر نداشتم، یک دفعه دلشوره پیدا کردم که باش
ببینم که ای اولادا را کجا بردم. جایی را بلد نبودم که کجا رفته، پیدا نتانستم تا جایی که کسایی را میشناختم پرسان کردم. رفتم در پیش پلیس در دولت شکایت کردم که دو تا اولاد مرا برده، نمیفهمم که کجا برده و نیست. اینا گفتن ما پیدا میکنیم، سعی میکنیم که در کجا هستی را از طریق تلفنش، از طریق آدرسش سعی میکنیم در هر جای کانادا باشه اولادایت را پیدا میکنیم. خب خلاصه بعد از یک هفته برای من زنگ زد، گفتی از شهر ما ای رفته ونکوور. ونکوور رفتم، ما گفت که در فلانی آدرس میخوای که ما اولادایت بگم بیاره یا خودت میری. ما گفتم من رفته نمیتونم، اولادای ما بگو بیاره. خب بسیار دما دور بود، دور است و چند ساعت در تیاره باید بریم. گفت در پلیس رفتم، گفتم باید اولادای مرا بیاره، اولادای زیر سن است و اولادای مرا میبره، از کجا معلوم که یگان جای دیگه نره؟ و اینا گفت نه جای نمیتونه بره، ما نمیمانیم چون اولادا در تو داده، اولادا بر تو داده شده، یالی که اولادا پدر شما کم گرفته پیش تو نمیشینه، یه حق نداره که اولادا رو یک دفعه بگیره، باید اولادا یک هفته پیش تو باشه، یک هفته پیشی. خب خلاصه ای را مجبور کردنی، پس آمد در شهر ما و من خواستم برم اولادای ما ببینم. خواهر سارا اولادا نمیخواست مرا ببینم. در پیش دولت گفته بود مادر ما فاحشه‌گری میکنه، شو مرد میاره در خانه، سه چهار تا مرد میاره، ما پیش مادر ما نمیشینیم. یعنی اولادا را چیزی یاد داده بود، چیزی یاد داده بود که باور کن که خواهر سارا شاخ میکشی. طرف دخترم میدیدم میگفتم بچه من کی را آورده بودم در خانه؟ میگفت اونا اونجا ناوردی، ما دیدم سه تا مرد آمد در اتاقت بردی. پیش خورخوندایم دوستایم که کتم دوست بود در اینا قصه میکردم، اینا میگفت ما شاخ میکشیم، این چطور دوتا اولاده تو بر ضد مادرش کرده؟ خب خلاصه خواهر سارا چی برات بگویم، اولادا رو ایلاک کردم، دیدم که اولادا یک چیزایی را گفته، یک چیزایی را میگه، اولادا دیگه نخواستن مرا ببینن. دو سال اولادای من ندیدم خواهر سارا، دو سال ندیدم. یه اولادا را پس گرفته از شهر برد، من دیگه در قصهش نشدم. گفتم یه اولادا که پیش من نمیایم، من دیگه نمیتونم در زور اولاد من ببینم. دلم میسوخت، میفهمیدم که اوشتوک از تبازی داده. من خیلی ها میگفت وکیل بگیر شکایت کن، بگو اولادا رو یاد داده. ولی چطوری برای بچه هایم یاد داده بود که ما تا نزدیک می شدم هم دخترم جیغ می زدم بچه‌م که ما نمی خواهیم که پیش تو باشیم، ما می خواهیم پیش پدرم باشیم. خب خلاصه دو سال ندیدم. بعد از دو سال یک روز برای من زنگ زد، دیوانه دیوانه شده بودم، بدتر از وقت برای من زنگ زد، گفت اگر می خواهی که اولادا پس مثل سابق که تو دوست شود باید مرا قبول کنی و هر چی من گفتم تو همون رو بکنی. ما به اول خوب بسیار قهر بودم، بسیار دو دشنام دادم و بر من کسی گفته بود که یکی که در تو زنگ زد صدای شکر کو برای دولت نشان بده، به خاطر تو هیچ مدرک نداری، ای ممکنه به خاطر از او از تو استفاده میکنه، مدرک جور کو برای خود. دفعه دیگه که برای من زنگ زد گفتم خب چی میخوایی برای من زنگ زدی؟ موبایل دیگر را ماندم و صدای از را پر کردم. گفت اگه میخوایی که من با تو زندگی کنم، میخوایی که اولادای تو ببینی، من اگه آتش سرخم در سر تو بندازم تو باید قبول کنی. اگر من بگویم بیرون نرو تو باید بیرون نری، اگر من بگویم تو نان نخو تو نباید نان بخوری، من بگویم آرایش نکو آرایش نباید بکنی، اگه این کارا رو بکنی من میارم اولادای تو ببینی. گفتم تو چرا اولادای من تو بر علیه من جور کردی؟ گفت خب چاره ای دیگه نداشتم. گفتم یعنی تو دروغ گفتی که در اولادا تو یاد داده که بگو مادرت فاحشه است؟ گفت مگه نیستی؟ گفتم یعنی اگر من فاحشه هستم چرا پس میایی با من یک جای میشی؟ گفت خب او را من جور کردی، من خب میفهم تو ورزه فاحشه‌گری رام نداری. خب بالاخره صدای از را پر کردم و رفتم در کف دست دولت ماندم. گفتم ببین یک بنده خدایی بود که مرا گفته بود من تو رو کمک میکنم، وکیل بود، گفته بود من برای خدا تو رو کمک میکنم، هر کاری داشتی با من با ای در تماس شدم. گفتم من صدای شپور کردم، ای که صدا رو دید گفتم این به درد ما میخوره و کمک میکنم. رفتم پیش دولت از شکایت کردم، گفتم ببین خودش میگه من اولادا رو یاد دادیم، خودش میگه من باید با تو باشم. و دولت برای من گفت خب وقتی که اولادا پیش تو نمیشه نه؟ گفت چرا یک قشله هستی که اونا رو بیاری؟ اگه بیاری هم گفت ممکن است یک روزی
دوباره برای تو خوب نشوه. گفت اگه ای تو یاد دادانی باشه حالا خب ما ای رو پیگیری میکنیم که ای چرا ای کار رو میکنه در کانادا، نمیتونه یک زن را آزار بده. ما آتیش سرخ در سر تو اگه بریزم تو باید قبول کنی. گفتی یک طرف دیگر، یک چیز دیگر ما بر تو میگیم. گفت که اگه تو اولادا رو بیاری فردا ممکن است خود همین مرد یک اتفاق یک اولادار یک تله بتا یا سرش در دیوال بزنه، بگو که اینا رو بگو که بگو مادرم کردم. اگه وقت سر از زندان در بیاری بعد چی میکنی؟ خلاصه یک تکان خوردم خواهر سارا که نگو و نپرس. طرفی وکیل دیدم، وکیل طرف ما دید، گفت گبی بعدی نمیزنم. گفت ما میخواستم امیر برد بگویم. خب خلاصه گفتم پسی تو که هست ما ای را نمیارم در زندگیم، ولی ای که ای کار کرده چی میکنین؟ گفتی باید جزای خودش را ببینه اگه ای اقرار کنه. وقتی که ای را برده بود در دادگاه کشانده بود، خب کشکش ما زیاد شد. ای میفهمی چی گفته بود؟ ایش صدای من نیست، بعد ای صدای بویفرند قبلیش است. اینا گفته بودی تلفن است که است، تلفن است تو است، اول تا آخر دروغ میگی. خب خلاصه ای جریمه شد و که اختار داده و نمیفهمم بندی شد نشد. مقصد من از اولادا خبر نبودم و بر من زنگ میزد که آه من بد کردم و غلط کردم و که تو در سر و چال رفتی، حالا تو بیا هرچی میشه تو بگو چی میخوایی، بیا شکایت تا پس بگی بگی نبودم که من این کار نکردم. خب خلاصه ای گرفتار شد. و ولی یک چیز بگویم خواهر سارا، 16 سال است که در کانادا هستم، دختر و بچه‌م کلان شدن، هر کدامشان ما اونا را از افغانستان آوردیم. دخترم هم جوان شده، بچه‌م هم جوان شده، در شهر ما آمدن، در این شهری که ما میشینیم. من چند سال در یک خانه بودم، دیوانه ها وری، نه حواس کالای نو میکردم، نه حواس بیرون، بیخی من را دیوانه دیوانه کرده بود. و حالی که اینا کلان شده، یکان بارا که در دور دور میبینم، هنوز هم که هنوز است بچه و دخترم با ما در زور گپ میزنم. میارم برشان خانه، میارم برشان غذا پخته میکنم، برشان میگم چرا کار در حق ما کردین. دخترم هم یک رقم طرف میبینه، بچه هم یک رقم طرف میبینه، با ما نمیشنن میرن. یک روز که دخترم بسیار گفتم که چرا پیش من نمیشینی بچه، من مادرت هستم، تو خو میفهمی که من هیچ کار نکردم. طرفم گفت مادر شلگی نکو که ما پیشت بشینیم، ممکن است ما پیش تو بشینیم کدام اتفاق برات بیفته، ما هیچ تو را دوست نداریم، هیچ وقت هم تو برای ما مادر شده نمیتونی. خب خواهر سارا دیگه ای را که گفت اعلام کردم، ولی باور کن نمیتونم تحمل کنم. دست دور دور که میبینم، یگان جایا میبینم، دلم بسیار میسوزه، میگم چرا این کار کرد. همیشه دعا میکنم، میگم خدایا تو را گرفتار یک رقم درد بکنه، مردک افغانه میگم خداوند تو را گرفتار یک درد بکنه که هیچ نتانی درمان شوی. خواهر سارا زندگی مرا تباه کرد و خداوند تباهش کنه. خب در کانادا با یک دخترک هستم، دخترک خوردم که حالی خدا رو شکر دخترک هم همین پیش رویم هست دیگه. تا حالی من ای بویفرند دارم، نه با کسی دوست شدیم. مرا یک رقم گرفتار کرد، یک رقم گرفتار کرد که هر کاری میکنم نمیتونم اولادای ما فراموش کنم. خواستم امروز داستان ما برتان بفرستم. بعضی ها در کامنت ها که میبینم، من بسیار کامنت ها را میخوانم خواهر سارا، بعضی ها میگه که نه همه مردا یک قسم نیست، نه زنا خودشان خراب هستن. ما میگم همه مردا یک قسم نیست، من خیلی مردا رو دیدم بسیار صادق است در خانه، ولی بعضی مردای افغان اینقدر نجیس و مردار هستن خواهر سارا که به خدا اگر هر چی که بگویی دربارش بد کم گفتی. اینمیش روی من هنوزم نداره بویفرند گرلفرند، اگه داشته باشم دور دور داره، زن نداره، آرستی نکرده دیگه، میفهمم از طریق اولاداش فهمیدیم، ولی کاری کرد مرا، کاری کرد مرا، اولادای من از من گرفت و زندگی مرا تباه کرد و که چرا من ای را بخشیدم، فقط به خاطر بخشیدن خوشیایش کرد. من خو میفهمم میالم خوشیایش در بیرون میکنه خواهر سارا، ولی خداوند جزایش را بده. نمیفهمی چی جانوری بوده که این جانوری کار در حق من کرد. من 16 سال است در کانادا هستم، من هنوز ندانستم مادر ما بخواهیم یا پدر ما. از بس که من گرفتار بودم، باورت میشه
بعضی وقتا اونا از افغانستان بر ما پیسه روان میکنن. مریضا شدم در خانه، بی پول میشم، بعضی وقتا در بدر میشم. هر چی که بگویی کرای خانه کم میارم، بعضی وقتا خرجم بس نمیکنم. من از افغانستان پیسه میخوایم. یعنی مردکه ای کار در حقم کرد. خب عزیزان دل، نازنینا، داستان خواهر ما را شنیدید. امیدوار هستم که در کامنت نظریات خودتان را نوشته کنید. خب خداوند لعنت کنه همچین مردی را. البته از این مردای افغان ما زیاد داریم، یک قدر داریم که تا دلتان بخواه عقده‌ای، خراب، دیوانه، روانی که یک زن نمیمانه در زندگی کردن. خب نصیحت من برای خواهر مایی است که خواهر من، عزیز من، تو تمام روز زانوی غم بغل کنی. خب اولادای کلان شده، من میفهمم. خب حتما بچه 18 شده باشه یا از 18 هم بزرگتر است و 20 باشه، دختر 18 باشه، یا خب همون قدر ها. تو خودت تو زندگی نمیخوایی که زندگی کنی که تمام روز دایی فکر میکنی، دایی برش فکر نکن دیگه. اولادای رفته پناهش خدا، در افغانستان نیست که تو دلت بسازه بگویی که اولادای ما برده افغانستان. اولادای پیش دسته در کانادا. او مقصری اصلی خود اولادای است که تو را نمیبینه. چه تو اولاد است که او نمیفهمه که دلش به حال مادرش نمیسازه. میبخشیم. زندگی تا هدر ندی. بازم یک دوست پیدا کو، یک فرندی یا بوی فرندی. زندگی تا شروع کو، دوباره نرمال مثل قبل زندگی کو. مردای افغان اگه از خودش نشود، میگه از من نشود، از کسی دیگه هم نشود. هیچ وقت فکر نکو که دنیا به آخر رسیده. بهترین زندگی را کو، برای خود کار پیدا کو، کار کو، زندگی کو، فامیل تا بخوای، دوربر تا پور کو، میتونی. اگر زانوی غم بغل کرده بشینی روز بگار دو بچا فکر کنی و دو اولادا، من مطمئن هستم بعد از بدتر میشی و از یال کردم بدتر میشه روزگارت. اونم یکی که پیشتم هست ممکن است یک روز بیای او رو بازی داده ببرم. سعی کن زیادتر ای دختره که تا با اولادای تنها نمانی. اگر یک وقتی اولادای تا میاره یا اولادای میایه، هیچ وقتی دختر خورده با اونا تنها نمان که نکنه ایرام از راه بکشه و ایرام ببره طرف خودتان، خودشان که دیوانه شدی. امیدوار هستم کامنت بخوانی که ببین خواهرای دیگه برای تو چی میگه. عزیز دل، هیچ وقت تشویش نکو، دنیا دا آخر نرسیده. ایشوی نه یک شوی دیگه، ایشوی نه. شما کارتان اینمی است که یک دانه که ایلا کرد شما را در ازای او میشینین. او خودی او خوش خوش میگرده و شما دخترای افغان یا زنای افغان بگویم ازا میگیرین و زانوی غم بغل میکنین که مرا ایلا کرد و نمیفهم ای تو کرد و او تو کرد. روز تا بگاره برای خود نوحه خانی میکنی. وگرنه از لج همی اولادای تا برده بود میرفتی با یک دیگه دوست میشدی، میدیدی چی تو دوباره پشت دروازت میایه. اینا را فقط کاری که کردن مثل خودشان بکنین، ببین چی تو آدم میشن، چی تو آمد دنبال تو به خاطر دیده بود که بویفرند داری. حالا یک را پیدا کو، کدش دوست شو، عکس بنداز در فیسبوک، فیسبوک جور کو، اینستاگرام جور کو، عشق هم هست بگو، عشق جدید هم هست، تازه زندگی رو شروع کردیم. کاری بکن از درون بسازانیشن. روز تا بگار زانوی غم بغل نکنیم. زانوی غم بغل کنین مرد افغان آدم نمیشن. اینا میگه خوب شد، شکر مسلمان هستیم، اینه تو خوبی میکنیم در حق زن اولاد ما. این شکر مسلمان ها رو کاری بکنیم که از دینشان بیزار کنیم. کاری بکنیم که اینا بگویا که بد کردیم که ما مسلمان بودیم. گلابروی تشنابی سگای کوچه را خوردیم که ما مسلمان بودیم. کاری بکنین که اینا پشیمان شوند. نه که زانوی غم بغل کو، خوشحال میره، خوش خندان. اینا عقده‌ای هستن، زیادترین از اینا عقده‌ای. دیوانه، پدر دیوانه بوده، مادر دیوانه بوده، خواهر برادر دیوانه بوده. خو اینا سالم میای، اینا هم دیوانه هست دیگه. عزیز دل، مواظب خود باش. خواستم امروز داستان تا نشر کنم و پیش از او برات نگفته بودم. البته هفته پیش قصه کرده بودیم هر دوی ما. امیدوار هستم که امروز اگر من بیکار نشدم میره بر فردا صبح بندازم. فردا صبح امشب بر تو پیام میتم که داستانی تو را نشر میکنم. خب عزیزان دل، خداوند یار و نگهدارتان تا برنامه آینده که بازم با شما باشم. شما خوبان را و خدای پاک و یکتا میسپارم. شام شما بخیر، عصر زیبایی داشته باشید عزیزان دل.
خداوند نگهدارتان.